جلیل روشندل، استاد رابطه بین الملل سیاتل، در همین ارتباط ما رو همراهی میکنه. خیلی خوش آمدین آقای روشندل. گروسی میگه که اگه دسترسی آژانس کامل بشه به سایت های هسته ای ایران، اطمینان پیدا میکنه آژانس که فعالیت های هسته ایران صلح‌آمیزه. و حالا این عدم دسترسی، این که ایران محدود میکنه آژانس رو دسترسی کامل به این سایت ها، نشونه ای چی میتونه باشه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید، این دعوای رفت و برگشتی که بین آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره، همونطور که در گزارش همکار شما بود، برمیگرده به یک ماجرایی که ظاهرا در دست کم در دو سایت ورامین و ترودآباد در سالهای 2003 و 2004 اون سایت ها منهدم شد، ولی آثار اورانیومی که نشان از نوعی فعل انفعال نظامی میداد همچنان در دسترس بود. بعد 4 سال پیش مورد سوال آژانس است. آژانس به خصوص امروز در 67مین کنفرانس عمومی خودش که آقای گروسی هم قرار بود مجددا انتخاب بشه برای دور آینده ماموریتش، روی این قضیه تکیه کرد و نشون میده که این رو صرف نظر از این که برجام تمام شده باشه یا برجام دیگری در حال شروع باشه، به عنوان اصل قضیه قرار میده و میبایستی دور حول این قضیه صحبت بشه. اون چه جمهوری اسلامی در پاسخ میگه، خواهان پروند مختوم شدن پرونده است. به هیچ وجه نشون نمیده که این شک و گمان آژانس درست است یا غلط است، فقط میگه پرونده رو مختومه کنید، یعنی به طور ضمنی تایید میکنه این عملیات نظامی در اون موقع صورت گرفته باشه. به هر صورت در جواب سوال شما باید بگم که همه اینا نشون از این هستش که دست کم در گذشته جمهوری اسلامی عملیات نظامی برای تولید بمب اتم داشته. سطح و میزانش رو ما نمیدونیم، ولی به دلایلی مایل نیست که اون رو تایید بکنه، برای اینکه فکر میکنه تایید کردن اون دوباره یک مقداری به اصطلاح اهرم فشار آژانس رو بیشتر خواهد کرد. از طرف دیگه به بعضی کلید واژه‌ها متوسل میشن، به کشورهای غربی زیاده خواهی میکنن، چیزایی رو میخوان که کهنه شده از بین رفته، یه موقع میگن کار اسرائیل بوده، یه موقع دیگه میگن اصلا صحت نداره و این حرفا. آقای روشندل، حالا که گروسی اعلام نارضایتی کرده، آژانس ناراضیه، از یه طرف دیگه عربستان سعودی تهدید کرده اگر ایران بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه ما همین کار رو انجام میدیم، فکر میکنین با این تهدید عربستان و با اعلام نارضایتی آژانس چقدر کشورهای غربی حالا بخوان فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بگذارند؟ قطعا فشار در دور آینده بیشتر خواهد شد تا مشخص بشه که آیا اصولا جمهوری اسلامی به پیمان منع گسترش اتمی، نه فقط به برجام، پایبند هست و در داخل اون چارچوبه میخواد با آژانس رابطه داشته باشه یا نمیخواد داشته باشه. به خصوص این که خود این قضیه که حالا عربستان سعودی هم میخواد برنامه اتمی خودش رو داشته باشه و برخلاف جمهوری اسلامی اعلام میکنه که آمادگی همین و همکاری رو با آژانس داره، وضعیت جمهوری اسلامی رو یک مقدار بدتر هم میکنه. ولی در این حال این رو هم باید در نظر بگیریم که خود این قضیه یک نوع رقابت داره ایجاد میکنه در منطقه و کشورهای دیگه از نگرانی این که جمهوری اسلامی ممکن است به بمب اتمی نزدیک بشه، خواهان این هستن که به نوعی به اصطلاح برنامه اتمی داشته باشن که اندلزوم بتونن جلوی برنامه اتمی ایرانی بیستن. و به این دلیل هستش که مجامع بین‌المللی حتی اگر بخوان برجام دیگری رو با ایران امضا بکنن، فشار بیشتری وارد خواهند کرد تا یک برنامه که کاملا همه جزئیات درش گنجانده شده باشه بتونن امضا برسونن.